در آغاز جهان ما بسیار داغ و متراکم بود و سپس در کسری از ثانیه دچار انفجار مهیبی شد. جهان همونطور که در حال گسترش و سرد شدن بود، اولین هسته اتم‌ها شکل گرفتن. چند میلیون سال بعد از انفجار بزرگ، اولین ستاره‌ها و در نهایت کهکشان‌ها به وجود اومدن. انفجار بزرگ یا بیگ بنگ 13.8 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده و ما فقط یک توضیح ساده و فرمالیته از این رویداد داریم و واقعا نمیدونیم اولین ستاره ها و کهکشان ها چطور به وجود اومدن. اما یک ماشین زمان 10 میلیارد دلاری که 20 ساله در حال ساخت و توسعه هست قراره به صورت تصویری به ما بگی که دقیقا همه چی چطور اتفاق افتاده. با ویداموز همراه باشید. تصور کنید شخصی در فاصله 65 میلیون سال نوری از زمین قرار داشته و با تلسکوپ پیشرفته‌ای که در دست داره به مطالعه زمین می‌پردازه. اگر اون شخص از دریچه تلسکوپ به زمین نگاه کنه، تصویر 65 میلیون سال پیش زمین رو خواهد دید، زمانی که دایناسورها بر زمین حکمرانی می‌کردند. دلیلش هم برمیگرده به سرعت نور. اما اون شخص می‌دونه که حیات فعلی مربوط به گذشته زمین هست. و در واقع تلسکوپ اون مانند یک ماشین زمان عمل میکنه. در حال حاضر ما هم به تلسکوپ جیمز وب مجهز هستیم که 100 برابر قوی تر از تلسکوپ هابل هست و میتونه رازهای کیهان رو برامون برملا کنه. برای نشون دادن عظمت تلسکوپ جیمز وب لازمه که اون رو با تلسکوپ هابل مقایسه کنیم. طول آینه هابل 2.4 متر و طول آینه جیمز وب 6.5 متر است. اما جالب اینجاست با وجود بزرگتر بودن آینه جیمز وب، وزن اون 123 کیلوگرم سبکتر از هابل هست. جیمز وب در محدوده نور مادون قرمز کار میکنه و میتونه به سحابی و ابرهای غبار آلود هم نفوذ کنه تا ستاره هایی که در این ابر و غبارها شکل میگیرن رو هم بتونیم ببینیم. برای اینکه متوجه بشید محدوده مادون قرمز چیه و چرا جیمز وب در این محدوده کار میکنه، باید یه خورده وارد جزئیات بشیم. بعد از بیگ بنگ فضا به طور دائم در حال گسترش هست که شامل تمام محتویات داخل اون هم میشه. پس نوری که از اولین ستارگان و کهکشان‌ها به طرف ما حرکت کردن در این گسترش فضا کشیده شده و تبدیل به نور مادون قرمز میشن. اگر با چشم غیر مسلح به آسمان شب نگاه کنید، بعضی از قسمت‌های اون از دید ما سیاه هست، اما در واقع اینطور نیست و تمام آسمان شب پر از ستاره و کهکشانه و فقط به دلیل اینکه نور اونها کشیده شده قابل رؤیت نیستن. اگر به صورت تخصصی بخوایم بدونیم جیمز وب چطور این نورهای ضعیف و نامرئی رو تشخیص میده، باید با ساختار فیزیکی اون آشنا بشیم. جیمز وب از طریق آینه بزرگی که روی اون نصب شده میتونه میزان نورهای دریافتی رو افزایش بده. هر قدر نور بیشتری توسط آینه دریافت بشه، میزان کیفیت تصویر نهایی افزایش پیدا خواهد کرد. آینه جیمز وب از 18 آینه 6 ضلعی تشکیل شده که قطر هر کدوم از اونها 1.34 متر سانتی متر است. به دلیل شکل 6 ضلعی آینه ها توسط خدمه در زمین تا شده و در فضا به صورت اتوماتیک باز میشن. بعد از باز شدن کامل آینه ها نوبت به همتراز کردن اونها میرسه که با دقتی معادل 10,000 برابر کوچکتر از موی انسان تنظیم میشن تا احتمال کج بودن اونها به صفر برسه. نورهای دریافتی در مرکز آینه جمع شده و سپس به آینه دوم منتقل میشن. سپس نور به مرکز پردازش منعکس شده و بر روی آشکارسازهای مادون قرمز بسیار حساس متمرکز میشن و در اون نقطه فوتونها به ولتاژ الکتریکی تبدیل خواهند شد. جیمز وب مجهز به 4 ابزار اساسی هست. اولین ابزار نیرکم نام داره. نیرکم اولین تصویرساز تلسکوپ در محدوده نزدیک به مادون قرمز است که دارای 10 آشکارساز حساس به نوره و میتونه نور اولین ستارگان و کهکشان‌ها رو تشخیص و دریافت کنه. همچنین ابزار نیرکم دارای یک محسوس‌ساز نوری هم هست که میتونه نور ستارگان بزرگ رو مسدود کرده و باعث بشه نور بیشتری از اطراف ستاره مسدود شده دریافت بشه. این مسدود کننده به محققان این امکان رو میده که کهکشان و ستاره‌های کم نور بیشتری رو ببینن و حتی از سیارات فراخورشیدی هم عکس بگیرن. ابزار نیرکم فقط میتونه تصویر ستاره، کهکشان و سیارات رو به ما نشون بده و در مورد ماهیت و اجزای تشکیل دهنده اونها هیچ کمکی به ما نمیکنه.
اینجاست که ابزار دوم وارد عمل میشه، نیرسپک. نیرسپک هم در محدوده نزدیک به مادون قرمز کار میکنه و میتونه طیف نوری ساطع شده از یک جسم رو تحلیل کرده و در مورد جرم، دما و مواد سازنده اون جسم اطلاعات خوبی به ما بده. طیف نوری اجرام یک مبحث طولانی و تخصصی هست که در آینده حتما یک ویدیو در مورد اون خواهم ساخت. اما به طور خلاصه، نور منعکس شده از هر جسمی در آسمان دارای یک طیف نوری به خصوص هست. اتم ها و مولکول های سازنده اون جسم اثر خودشون رو به صورت خطهای سیاه رنگ روی طیف نوری به جا میذارن و مانند یک بارکد به ما اجازه میدن تا مواد سازنده اون جسم رو تشخیص بدیم. نیرسپک برای طیف های قوی و نزدیک طراحی شده و برای طیف های ضعیف تلسکوپ باید صدها ساعت به یک جسم کیهانی خیره بشه تا بتونه طیف نوری اون رو بسنجه، که اصلا برای چنین تلسکوپی به صرفه نیست که وقتش رو اینطوری و فقط برای یک جسم هدر بده. پس سازنده های جیمز وب تصمیم گرفتن یک ابزار کمکی به تلسکوپ اضافه کنند. این ابزار پرقدرت میتونه به طور همزمان از صدها جسم کیهانی تصویربرداری کرده و طیف اونها رو به طور همزمان سنجیده و آنالیز کنه. این تکنولوژی پرقدرت از توسعه یک فناوری جدید به نام سیستم میکروشاتر به دست اومده که دارای 250 هزار شاتر همزمان هست. برای اینکه متوجه بشید کارکرد سیستم میکروشاتر به چه شکل هست، لازمه که آسمان شب در تهران و کویر رو با هم مقایسه کنیم. مطمئناً در تهران به دلیل آلودگی‌های نوری شدید شما قادر نخواهید بود تمام ستارگان و سحابی‌های آسمان رو با چشم غیر مسلح ببینید. اما در کویر شما میتونید تمام جزئیات آسمان رو مشاهده کنید. سیستم میکروشاتر هم با شات‌های پی در پی نورهای اضافی رو حذف کرده و باعث میشه تا تلسکوپ بتونه یک تصویر واضح از دورترین نورها رو ثبت و طیف اونها رو آنالیز و ثبت کنه. همانند این سیستم ولی خیلی ضعیف‌تر در برخی از گوشی‌های هوشمند هم موجود است که خوشبختانه گوشی من این سیستم رو داره. در حالت عادی اگه بخوام از آسمان شب عکس بگیرم، به جز ماه چیز دیگه قابل رؤیت نیست. اما وقتی دوربین رو روی حالت نایت شات میذارم، دوربین در یک بازه زمانی 30 ثانیه‌ای صدها عکس از آسمان شب گرفته و در نهایت اونها رو با هم ترکیب میکنه تا یک تصویر واضح از ستارگان شب پدیدار بشه. اما در فضا مقدار زیادی نور اضافی وجود داره و تلسکوپ جیمز وب برای داشتن یک تصویر واضح‌تر خودش رو به ابزار سوم هم مجهز کرده، سنسور هدایت دقیق یا FGS. سنسور هدایت دقیق به تلسکوپ این اجازه رو میده که اجرام رو در جهات مختلف تصویربرداری کنه تا با این کار میزان نورهای اضافی در جهات مختلف رو آنالیز و بهترین جهت رو برای تصویربرداری انتخاب کنه. و در آخر یک مشکل باقی میمونه. چطور غبار و ابرهای غلیظ کیهانی رو که دید ما رو مسدود کردن فیلتر و حذف کنیم؟ طول موج‌های بلندتر در محدوده مادون قرمز میتونن از این غبار عبور کنن و چون سه ابزار قبلی در محدوده نزدیک به مادون قرمز عمل میکنن، قادر به شناسایی این طول موج‌ها نیستن. پس ابزار چهارم به نام میری وارد عمل میشه. میری با استفاده از یک طیف نگار و شاتر طول موج‌های بلندی که میتونه از غبارها عبور کنن رو شناسایی کرده و ثبت میکنه. همچنین آشکارسازهای حساس میری به ما این اجازه رو میدن نور مادون قرمز کهکشان‌های دوردست و ستارگان تازه متولد شده رو هم رصد کنیم. شاید خیلی آسون و شگفت‌آور باشه که بتونیم اولین ستارگان و کهکشان‌ها رو با ابزار میری مشاهده کنیم. اما این ابزار جالب ابتدا باید به دمای منفی 266 درجه سانتیگراد برسه تا بتونه تصویربرداری رو شروع کنه. دلیلش هم اینه که اگر تا این میزان خنک نشه، در صورت فعالسازی شروع به اسکن گرمایی خودش کرده و اطلاعات غلطی رو آنالیز خواهد کرد. پس سازندگان جیمز وب برای رفع این مشکل یک سیستم خنک‌کاری به نام کریو برای تلسکوپ طراحی کردند. کریو در واقع یخچال پیچیده هست که گاز هلیوم رو با استفاده از لوله‌هایی به داخل سیستم میری می‌بره تا خنک بمونه. اما باز هم یک مشکل اساسی باقی می‌مونه که باعث میشه ابزار میری درست کار نکنه و اون هم تابش گرمایی ماه، زمین و خورشید هست. برای حل این مشکل سازندگان تلسکوپ یک سیستم خنک کننده فوق‌العاده رو طراحی کردن که مانع از رسیدن تابش‌های گرمایی ماه، زمین و خورشید میشه و اسمش رو گذاشتن سپر خورشیدی. طول این سپر 21 متر و عرض اون 14 متره و از 5 لایه تشکیل شده
که بین هر لایه فضای خالی وجود داره. هر لایه از یک ماده خاص به اسم کپتان ساخته شده که میتونه دمای بسیار بالایی رو تحمل کنه. همچنین هر لایه از کپتان با یک لایه از آلومینیوم پوشونده شده و دو لایه اول برای تحمل گرمای بیشتر با یک لایه اضافی از سیلیکون پوشونده شدن. این سپر به راحتی میتونه تابش گرمای خورشید، زمین و ماه رو حذف کرده و اجازه بده ابزار میری به درستی کار کنه. خب حالا بیاید برگردیم سراغ شگفت‌انگیزترین قابلیت جیمز وب. همونطور که قبلا اشاره کردم، جیمز وب میتونه نور مادون قرمز اولین ستارگان و کهکشانها رو شناسایی کنه. برای درک بهتر ابعاد این قابلیت، یک زنبور رو تصور کنید که روی سنگی روی زمین نشسته. جیمز وب میتونه گرمای بدن این زنبور رو روی کره ماه تشخیص داده و اون رو آنالیز کنه. خب شاید بگید چه ربطی به زنبور داره؟ باید بگم که در فواصل بسیار طولانی، جیمز وب فقط میتونه تصاویر و مواد تشکیل دهنده اجرام رو به ما ارائه بده. اما در فواصل نزدیک بین ستاره‌ای، علاوه بر ثبت تصویر، میتونه اتمسفر سیارات فراخورشیدی رو هم تجزیه و تحلیل کنه و با ارائه داده‌های سیارات فراخورشیدی به ما کمک میکنه تا امکان وجود آب و حیات رو در این سیارات بررسی کنیم. دانشمند و محقق سرشناس ماچیو کاکو بر این باوره که شانس مواجهه با یک تمدن بیگانه بسیار قویه و این تلسکوپ میتونه در مورد تولد کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیارات به ما اطلاعات بیشتری داده و ممکنه راه علم رو به طور کامل تغییر بده. کیهان ما سرشار از رمز و رازه و جیمز وب میتونه بسیار از این رازها رو برملا کنه. تا اون موقع بنده هم سعی میکنم ویدیوهای علمی بیشتری براتون بسازم. ممنون که تا اینجای کار با بنده همراه بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و این ویدیو رو با دوستانتون در تلگرام و واتساپ به اشتراک بذارید.